پایین بودن ولتاژ برق در هرات باعث توقف فعالیت شماری از شرکت‌های تولیدی در شهرک صنعتی شده است. رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات می‌گوید قطع وصل و ضعیفی برق خسارت هنگفت مالی برای صنعتکاران و کارخانه‌داران این ولایت وارد کرده است. مشکل برق هرات در هفته‌های اخیر افزایش یافته و درصد بلندی از شهروندان هرات برای چندین ساعت در یک شبانه روز از داشتن برق محروم هستند. نصیر احمد صالحی گزارش می‌دهد. بود و نبود برق این شب و روزها برای باشنده های هرات چندان تفاوت ندارد. اول اینکه هزاران باشنده شهر هرات برای چندین ساعت در یک شبانه روز برق ندارند و اگر هم برق جریان پیدا می کند قابل استفاده نیست. این مشکل بیش از همه دامن صنعتکاران و صاحبان کارخانه های تولیدی هرات را فرا گرفته است. بسیاری از شرکت های تولیدی در شهرک صنعتی به دلیل کمبود و ضعیفی برق از فعالیت باز مانده است. مشکلات برق هرات خسارات هنگفت مالی را برای این صنعتکاران و کارخانه های تولیدی به بار آورده است. متاسفانه کمبود برق خیلی برای مردم زیان رسانده، به رکود مواجه کرده فابریکاتر و از قبیل خیلی مشکلات دیگری که در حوزه صنعت هم. نه تنها کارخانه های تولیدی و صنعتی، بلکه پایین بودن ولتاژ برق خسارات جدی بر فراورده های زراعتی هرات نیز وارد کرده است. مسئولان اداره زراعت و مالداری هرات میگویند با اینکه سردخانه های بزرگ برای نگهداری میوه ها و فراورده های زراعتی در اختیار دارند، اما به دلیل کمبود برق توانایی نگهداری میوه ها را ندارند. گرچه سردخانه ها هست به ولایت هرات و شما شاهد از هستین که یک سردخانه بسیار بزرگی که این فعلا در جوار میدان اولی به ظرفیت 5000 متریکتون از طرف وزارت صنعت در حال اداسه و مشکل اون دو اساسی مشکل انرژی است، مشکل برق. این سردخانه که به سر جنگل داریم، سردخانه که به ولسوالی گذره داریم، از این چه استفاده کردن؟ که اگه استفاده میشه چون برق منظم نیه، برق تنظیم شده نیه. ضعیفی و قطع وصل شدن برق شهر هرات تازگی ندارد. همه ساله در جریان روز شبهای سرد زمستان و یا هم در اوج گرمای تابستان شهروندان با مشکلات برق هم آغوش میشوند. باشنده های هرات میگویند مسئولان اداره برق این ولایت در برابر حل این مشکل بی توجه هستند. خواستیم در این مورد دیدگاه مسئولان اداره برق هرات را نیز با خود داشته باشیم، اما با تماس های مکرر ما آنها حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشدند.